خب مستند خوب پیاده در زمان رو با هم دیدیم. ممنون که همچنان همراه ما هستید. در این بخش در خدمت دو میهمان عزیز هستیم. سرکار خانم اعظم نجفیان کارگردان مستند پیاده در زمان رو افتخار داریم که در خدمتشون باشیم و جناب آقای محمد رضا کربلایی از خبرنگاران خوب ورزشی کشورمون رو. خانم نجفیان خیلی خیر مقدم میگم خدمت شما. ما افتخار داریم که شاید بعد از 20 خورده ای قسمت شما اولین خانم کارگردانی هستید که در برنامه به اضافه مستند ما افتخار داریم که میزبانشون باشیم. درباره مستند پیاده در زمان بگید. شاید اولین سوالی که مطرح میشه اینه که چی شد رفتید سراغ این سوژه؟ یه ذره سوژه خاص به نظر میرسه انتخابش و نوع پرداخت بهش. چی شد این سوژه رو انتخاب کردید برای پرداخت؟ خب این سوژه خود پیاده در زمان یک به هر حال قسمتی از 5 قسمت راه ناتمام بود که ما سال قبلش کار کرده بودیم با شبکه مستند که درباره 5 ورزشکاری که به حال با اینکه به مرحله قهرمانی رسیده بودند حتی مدال طلا داشتن اینا از خیلی از مسابقات خیلی بین المللی ولی خب خیلی شرایط خوبی نداشتن توی ایران، یعنی حتی مثلا فلافل فروش بودن یا مثلا خیلی شرایط بدی داشتن که فرشاد درکم و همچنین برادرش مسئول درکم یکی از همون برنامه‌های راه ناتمام بود که بعد از اینکه ما تمام 5 قسمت رو ساختیم تصمیم گرفتیم که این رو کامل‌تر کار کنیم، چون که به هر حال شرایط زندگی این دو تا برادر خیلی خاص‌تر بود، خانواده‌شون و اینها میتونه شرایط خیلی خوب متفاوتی رو داشتن و ما تصمیم گرفتیم که بلند کار کنیم. درست. آقای کربلایی نظر شما در مورد مستند چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مستند بسیار خوش ساختی بود از این دید که جزء معدود دفعاتی بود که اومد به زندگی قهرمانان قبل از اینکه به دوران قهرمانیشون برسه و یه سوال خیلی خوبی رو مطرح کرد مبنی بر اینکه قهرمانای ما که به اینجا رسیدن چه اتفاقاتی افتاده و قراره از این قهرمانا ما چه کاری انجام بدیم. این دوتا برادری که تو مستند بودن آقایان درکه میتونیم بگیم فتح البابی بودن، چون از درکه ها خیلی زیاد وجود داره، حالا مخصوصا تو حوزه رزمی اگه بخوام به کار ببریم توی سبک های مختلف رزمی به خاطر ازدیاد سبک های رزمی که وجود داره از قهرمانی مثل درکه زیاد وجود داره. حالا امثالی مثل درکه میان مبارزه میکنن نهایتاً حالا یکیشون میاد پناهنده میشه یا نمیشه، اینا میشه قسمت دوم ماجرا، ولی از آدمهایی مثل درکه ها خیلی زیاد داریم که اینا یا پشت خط موندن یا توجهی نکردن که به مرور زمان، حالا اگه سوال بعدی هم باشه من به اینا میپردازم که چه اتفاقاتی افتاده که چرا ما به امثالی مثل درکه ها توجه نمیکنیم. حالا میخوام همینجا اصلا بریم تو بحث، واقعا با توجه به زمانمون هم دیگه خیلی وقت مقدمه چینی اصلا نداریم، واقعا چرا این اتفاق میفته؟ یعنی ناشی از ضعف مدیریت، ناشی از یه مافیایی پشت این ماجراها، علتش چیه؟ من یه ذره میام عقب‌تر ماجرا. وقتی که ما میایم شونه ورزشمون رو کوچیک میچینیم، ورزش ما میشه فقط ورزشی که فقط برای ایام انتخابات یا فقط قبل المپیک یا فقط قبل بازی آسیایی ما به فکر ورزش میافتیم، در نتیجه هیچ دیدگاهی برای ورزش در نظر نمیگیریم، موجب میشه که شونه ورزش کوچیک بشه. شونه ورزش که کوچیک بشه بودجش کوچیک‌تره، بودجش کوچیک‌تر باشه توجهش کوچیک‌تره. ما ورزش رو فقط ابزاری نگه میداریم که وقتی که موقع انتخابات بشه بیایم یه ذره توجه کنیم، اون برنده انتخاباتمون رو انجام بدیم بریم بیرون. درسته. شاید برای بینندگان ما این الان جذاب باشه که سرنوشت این سوژه مستند شما چی شو الان باهاش در ارتباط هستید، هنوز بدونید که الان چی کار میکنه، مسیر ورزشی خودش داره ادامه میده؟ هیچ فرقی نکرده. دقیقاً همون مشکلاتی که با فدراسیون داره، دقیقاً همون مشکلاتی که هیچ کاری نداره، دانشگاه میخواد بره پول نداره، هر جایی میخواد بره پول نداره، همون مشکلات، همون صفر صفرش. الان داخل ایرانه ولی خب یک سری مسابقات چین رفته بودن داده بودن، با چین بیشتر الان بین ایران و چین مسابقات رو میدن. درسته. من میخوام یه ذره گذر کنم از حالا شاید این رشته خاص، یه ذره ما وقتی مثلا کلانتر هم به ماجرای ورزشمون نگاه میکنیم، این یه ذره نبودن این نگاه حرفه‌ای رو داریم میبینیم توی مدیریت‌های کلانمون. مثلا فرض کنید توی یه رشته‌ای مثل فوتبال می‌بینیم که همین چیزی که خیلی هم میگن، این همه پول خرج مثلا بازیکن‌ها و
خرج بریز و بپاش هایی که توی فوتبال میشه هست. از اون طرفش بعضی از رشته ها مثلا با وجود قهرمانی هایی که میارن ما قهرمان هاشون رو اصلا هیچ کاری نداریم، تجلیل نمی کنیم. خیلی ها ما فکر کنم داریم که سرنوشت های مشابهی دارن. این از کجا ناشی میشه؟ میگم چونه ورزش کوچیکه واسه همینه. همیشه الان انتقادی که میکنن میگن که آقا چرا شما دارید فوتبال رو میزنید؟ ما اصلا بحثم این که میگیم اگه آقا فوتبال اینجاست، رشته‌های دیگه اینجان، فوتبال همون بالا بمونه، این رشته‌های دیگه رو یه ذره بیارید بالاتر که به فوتبال نزدیک بشه. فوتبال محبوبیت داره، همه چیش درست، ولی رشته‌های دیگه هستن که مدال‌آوری قهرمانیشون رو همین رشته‌ها دارن تعمیم میکنن. گفتم بیشتر نگاه اینه که ما یک شور هیجان ایجاد بکنیم، بتونیم یه سری امتیازهای کوتاه مدت بگیریم. همونطور که خانم فهمیدن، نگاه بلند مدت حرفه‌ای وجود نداره. الان گفتن چین، الان چین، تایلند و ژاپن سه تا کشوری هستن که توش مسابقات فایت خیلی صورت میگیره و این جوان‌ها مجبورن برای اینکه امرار معاش بکنن تو مسابقات شرکت بکنن. بحث مافیا هم که مطرح کردید، مطمئن باشید مافیا هم تو این قضیه وجود پیدا میکنه. چرا؟ من نوعی میام حالت دلال میشم، میخوام پول بیشتری بگیرم، بنگاه شرط بندی بسیار زیادی وجود داره، میام توی باشگاه‌هایی که توی مناطق جنوبی ایران، جنوبی کشور هستن، فایتر رو انتخاب میکنم، با یک سرمایه‌گذاری کوده فایتر رو میبرم تایلند، میبرم ژاپن، میبرم چین، حتی ارمنستان و گرجستان. مثلا همین دو تا دختری چند وقت پیشم خوش خیلی درس پیدا کرد، چند تا دختر رفتن مسابقات قفس شرکت کردن، اونا کتک خوردن، میرن اونجا کتک میخورن یا کتک میزنن، یه پولی خیلی کمی به اینا تعامل میگیره، بیشتر این پولو اون دلالا، اون کسایی که دارن میبرن میبرن. گفتم چون هیچ نظارتی وجود نداره و اصلا هم دغدغه اینها نیستش که آقا این ورزشکار من مثلا مثل برادر درکه، گفتم خیلی ها مثل برادر درکه، حالا برادر درکه این شانس رو داشتن که دوباره جلوی دوربین بیان، خیلی اصلا که اصلا جلوی دوربین نمیان، خیلی اصلا که اصلا میرن تو مسابقات فایت شرکت میکنن، زخمی میشن برمیگردن، اصلا دوران حرفه ایشون تمام میشه. چون هیچ دیدی در این قضیه وجود نداره و اصلا هم نگاه بلند مدتی وجود نداره و برنامه‌ریزی وجود نداره، همیشه اتفاقاتی میفته. شما خودتون معتقد هستید به مافیا در ورزش؟ مافیای بزرگ خیلی توی من رشته پرورش اندام و بدنسازی دیدم. یعنی اینکه ما وقتی که وارد فدراسیون شدیم اصلا دوربین ما نزدیک بود بشکنه، یعنی به قدری از دوربین میترسیدن که حالا اینکه ما قراره چه اتفاق بیفته. و بعد خب به هر حال ما قهرمانمون هم دنبال کردیم تا دو سال بعد، یعنی قهرمانمون اصلا دیگه نابود شد، یعنی اینکه خودش هم داخل یک مافیایی شد، داخل این مافیایی که ایجاد شده بود و کشیده شد داخل اون مافیا. و من کاملا دیدم بلعیده شدن این قهرمان رو داخل اون مافیا، چون که میخواست که به هر حال دوباره خودش رو بکشه بالا و اون مافیا واقعا رو بلعید. خب به هر حال چون که آقای نوحی اون موقع مدیر فدراسیون دیگه نبودن، به نظرم یه خورده خب شانس با ما بود، اگه که شاید مثل مدیر فدراسیون بدنسازی که هنوز خودشون مدیر فدراسیون بود، ما به هر حال مطمئنن همین مشکل برامون ایجاد میشد. ولی آقای نوحی اون موقعی که ما وقت رفتیم سراغشون مدیر فدراسیون دیگه نبودن و کمی هم خودشون هم صحبت داشتن، خوشبختانه همراه با همون بودن. درسته. ما تو یه جایی از مستندی که از شاید صحنه هایی که دردناکه توی مستند هستش که خب حالا مهاجرت کرده سوژه اصلی مستند، اما اونجا با اینکه دلخوره ولی دلبستگیش به پرچم ایران و خاک ایران و این نگاهش که میگه چند نفر اونجا با من این کارو کردن، دلیل نمیشه که حالا من مثلا از کل کشورم دلخوره شدم. حالا من میخوام در کنار یه سوال بپرسم، کلا پدیده مهاجرت ورزشکاران ما، مربیان ما و حتی تغییر تابعیت اونها رو توی چند سال اخیر ما خیلی دیدیم، این از کجا ناشی میشه؟ این از کجا سرچشمه میگیره؟ ببینید مخصوصا بازم تاکید میکنم تو برخی از رشته‌هایی که کمتر دیده میشن. ببین فوتبال رو بورسه، تکواندو رو بورسه، وشو رو بورسه. حالا بازم تکواندو و وشویی که رو بورسه و تو بازی‌های آسیایی هستن و تو المپیک هستن، باز هم از این تغییر تابعیت‌ها و پناهندگی‌ها می‌بینیم. حالا چه برسه به رشته‌های رزمی دیگه که کنفو و مویتای، کنفو توا اینا بیاد داخل. اینا میام وقتی که طرف میاد میبینه که تو کشور خودش توجهی بهش نمیشه، یا مثلا میاد میبینه نفر هفتم یا هشتم وزن خودش میشه،
میاد مصطوب تا شب تمرین میکنه، بعد کاری نداره، چون تو شما وقتی که میخوای ورزش حرفه ای انجام بدی دیگه نمیتونی کاری انجام بدی. یعنی واقعا تمام تمرکز بعد ورزش حرفه ای بشه، هیچ آینده ای نداره، دیگه کاری بلد نیستی. مثلا برادر میگه من کاری دیگه بلد نیستم، کار من فایته، من دیگه چیزی بلد نیستم. وقتی که تو چیزی دیگه بلد نباشی، خب برای آینده‌ات باید برنامه‌ریزی کنی. کشورهای همسایه و کشورهای مثلا اروپایی خیلی خوب برنامه‌ریزی میکنن، خیلی خوب برنامه‌ریزی میکنن، میان شما رو تحت نظر میگیرن. همونطور که خانم گفتن استعدادیابی‌هاشون، مطمئن باشید استعدادیاب‌های حالا چه در گروه ایرانی یا چه در خارجی تو ایران قشنگ وجود دارن، تو اقصا نقاط کشور بستگی به اون رشته که وجود دارن استعداد کشف میکنن. من یه مثال خیلی چون وقتم نداریم کوچیک براتون بزنم، تو المپیک ریو دولت آذربایجان خیلی از ورزشکار کشورهای دیگه از جمله ایران تو ترکیبای خودش استفاده میکنه، کشتی، تکواندو، همه چی. تو مسابقات کشتی بود، یکی از ورزشکارای ایران که تابعیت آذربایجانی هم گرفته بودش کشتی میگرفت و من بین تماشاگران نشسته بودم، چند تا از دیدم پشت سرم صدای ایرانی میاد که دارن کشتیگیری ایرانی رو چیز میکنن، بعد اونا نفهمیدن من ایرانی ام، چون من لباس کاپشن پوشیده بودم. یه ذره رفتم بالا دیدم پشت لباسشون همه خورده آذربایجان، ولی قشنگ فارسی داشتن حرف میزدن. بعد همش هم جوونه 15 16 ساله بودن. جذاب شد واسه موضوع، باهاشون صحبت کردم. اینا همشون از شمال و کرمانشاه اومده بودن. گفت ما اومدن یه سری آذربایجانی با خانواده‌هامون صحبت کردن، ما رو کشف کردن. اینا از 10 سالگی اومده بودن تو آذربایجان. یعنی دولت آذربایجان اومده بود واسه اینا امکانات فراهم کرد. از 10 سالگی اینا رو تحت نظر آورده. اینا رو بپرورونه، آمادهش کنه برای الان، برای المپیک 2028 2032. بعد گفتم خب الان شما 15 16 ساله برای چی اومدید ریو؟ گفت دولت آذربایجان ما رو آورده ریو که با محیط آشنا شیم، جو سالن رو بدونیم. یعنی ببینید اونا چقدر دارن به وسعت نگاه میکنن، یعنی از الان برای 2032، یعنی برای 20 سال آینده شون در نظر میگیرن. ما تازه الان المپیک 2016 تموم شده، 2020 که نزدیکتره، ما تازه سال 2019 یادم میفته، خب آقا بسم الله المپیک داریم ببینیم چیکار میخوایم بکنیم. گفتم اون نگاه هیچ موقع وجود نداره، چون مدیران ما هیچ موقع اون نگاه رو به جلو ندارن. مدیران ارشدشون هم همیشه تو ورزش رسمی که وجود داره همینه میگن، میگن کسی که دیگه از دولت جا مونده باشه تحت‌تعیین رو میذارن میکنن وزیر ورزش. هیچ موقع هیچ مدیر ورزشی یا سیاسی قوی که به دردشون بخوره نمیشه وزیر ورزش. گفتم مثلا میخوان سهم خواهی کنن به اون آخرین نفری که واسش دیگه جایی نمونده میشه وزیر ورزش. درسته. ممنونم از هر دو مهمان بزرگوارمون، ممنونم از شما که همراهی کردیم. یه نکته هم به عنوان نکته پایانی من عرض کنم، فکر کنم یه تلنگر جدی هم حالا این مستند رفت سراغ، شاید مثلا یکی از مدیرانی که روی سرنوشت یکی از ورزشکاران مثلا تاثیر اینجوری داشت، ولی به نظرم این مستند باید یه تلنگر جدی به همه مدیران ورزشی ما حداقل باشه امشب دیگه. یعنی این طور بدونند که یه تصمیم اشتباهشون، یه وقت یه اشتباه مدیریتیشون چجوری میتونست با سرنوشت یه انسان حداقل بازی بکنه. و به نظرم باید نگاه درست بشه تو این قصه بیمه هم، به نظرم خود قصه بیمه و خود قصه های این چینی هم باز باید محل تأمل جدی این مدیران باشه. یه ذره تصور بکنند اگر مدیرانی که دارن برای خودشون جایی حقوق و بیمه و مزایا و نمیدونم حق اوقات فراغت فرزند و این چیزا که بعضا توی رسانه ها ما ببینیم وجود داره، ورزشکاران به نظرم به طریق اولا شایسته است که به فکر اونها باشند و اون رو براشون مهیا بکنند. ممنونم از شما که همراه ما بودید در به اضافه مستند. تا اینجا با دو مهمان عزیزمون در این بخش خداحافظی میکنم. در بخش بعدی به اضافه مستند من همراه شما خواهم بود. خب برنامه این هفته به اضافه مستند هم به پایان خودش رسید. همونطور که با هم دیدیم مستند پیاده در زمان موضوع مهمی رو در حوزه ورزش حرفه‌ای کشور داره مطرح میکنه که اگه توی این مرحله بهش رسیدگی نکنیم روزهای خوبی در انتظار ورزش قهرمانی کشورمون نخواهد بود. اگر نظر یا پیشنهادی درباره مستند این هفته ما و بحث کارشناسی برنامه این هفته به اضافه مستند دارید، حتما با ما در میون بگذارید. از طریق سامانه پیامکی ما که 30855 هست و از طریق شبکه‌های اجتماعی برنامه که آدرسش برای شما زیرنویس میشه. فایل کامل برنامه این هفته رو هم شما میتونید از فردا از سایت شبکه مستند سیما دریافت کنید.
خب ممنون که این قسمت هم همراه ما بودید. این قسمتی که تقدیم شما شد قسمت آخر از فصل اول برنامه به اضافه مستند بود. اولا یه تشکر ویژه بکنم از همه شما که در طول این چند ماه ما رو همراهی کردید، هم با تماشای مستند و هم با ارسال نظرات و پیشنهاداتتون که کمک ویژه‌ای به ما بود. اما این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که انشالله فصل جدید برنامه به اضافه مستند از چند هفته آینده با ساختار جدید و با بخش‌های جدید تقدیم شما خواهد شد. ممنون از شما که همراه ما بودید. تا آغاز فصل دوم به اضافه مستند با شما خداحافظی میکنم.